سلام عرض می کنم. خدمت همه مهندسان و دوستان خوبم امیدوارم هر جا که هستید حالتون عالی و سلامت باشه برگشتیم با قسمت پنجم از دوره جاوا اسکریپت نیکول وب سطح متوسط پیشنهاد میکنم اگر دارید این قسمت رو میبینید و قبلا با جاوا کار نکردید برید و دوره مقدماتی که ما رکورد کردیم رو ببینید البته اون دوره رو هم ببینید دوره مقدماتی نیست و خیلی در واقع نسبت به دورهایی که موجود هست جامعه هست و شما اون دوره رو ببینید میتونید وارد این دوره بشید و در واقع جاوا رو به صورت یاد بگیرید کاری که میخوایم امروز انجام بدیم اینه که بیایم با همدیگه متد چایلد نودز رو بررسی کنیم متدی که یک مقدار شاید نیاز داشته باشه که بیشتر راجبش تحقیق کنید و تمرین کنید شاید نسبت به بقیه دستورات که تا اینجا کار یاد گرفتیم یک مقدار پیشیده تر باشه حتی من سعی میکنم تا جایی که امکان داره این دستور رو به صورت خیلی در واقع سریح بیان کنم بریم داخل ویس کودمون من ای پی پنجم رو میخوام الان بسازم یه دایرکتوری به نام ای پی پنجم ایجاد میکنم و فایل هامون رو هم به طبعش میسازم و یه دونم خب خیلی هم عالی HTML5 رو اینجا استفاده میکنم و درون بادیم اسکریپت رو لینک میکنم اینجا با استفاده از بیشگی SRC این کار رو انجام میدم بریم توی اپداجس همون اگر یادتون باشه ما توی جاوا اسکریپت یه حالتی داشتیم به نام استریکت مود که من توی جلسات قبل از این حالت استفاده نکرده بودم ولی خب از اینجای کار برای اینکه در واقع جاوا با سختگیری بیشتر کدامو رو بررسی کنه و اگر خدایی وجود داشته باشه به ما بگه من از حالت استریکت مود استفاده میکنم برای اینکه از این حالت استفاده کنید شما کافی که دو تا در واقع کدشن قرار بدید و اینجا از عبارت یوز استریکت استفاده کنید به همین راحتی خب بریم سراغ در واقع این جلسه همچون که گفتم میخوایم چایلد نودز رو بررسی کنیم حالا چایلد نودز چیکار میکنه ببینید ما با استفاده از این متد میتونیم به گیره های یک مون که عنصر والد هست دسترسی داشته باشیم حالا گره خودش به چه مفهومی هستش ببینید ما توی صفحه HTML مون یه سری element ها داریم درسته؟ مثلا اگر من اینجا بیام و یک تگ دیو تعریف کنم این میشه یک element HTML من یک element درون صفحه که من دارم درون داکیومنت هم. حالا این یک نوع در واقع نود هستش ما نودامون شامل سه تا حالت مختلف هستن ما یه دونه تگ داریم ما یه دونه نوشته داریم که همجوری میتونیم کاراکتر در و تایپ کنیم درون اون دابل کوتیشن این میشه یه نوده دیگه که من اینجا مثلا تست رو می فرقی نمیکنه الان همجوری یه چیز اینجا قرار میدم یک حالت دیگه هم داریم که مخصوص سیستم کامنت گذاری هستش یعنی چی یعنی که اگر یادتون باشه ما می اومدیم به این صورت درون در HTMLمون کامنت قرار میدادیم مثلا من اینجا کلمه یه hello world رو می نویسن. این سه تا حالت حالت هایی هستن که ما در واقع نود ما رو شامل میشن این سه تا حالت هایی هستن که نود رو در واقع شامل میشن و یک نود یا گره میتونه جنسش از این سه تا حالت بشه حالا با این پیش توضیحات ما بریم سراغ خود دستور در واقع چایلد نودز که میخوایم ببینیم که مثلا توی بادیمون الان چند تا نود وجود داره من چند تا تگ دیو ایجاد میکنم و این رو میسنم مثلا یک از این کپی میکنم چند تا و خوب دقت کنید به این مثالی که میخوام بزنم این میشه دو این میشه سه این میشه چهار پنج شیش و در نهایت هفت خب همچون که گفتم از متود میخوایم استفاده کنیم برای اینکه تعداد نوت هامون رو در واقع متوجه بشیم که من گفتم الان نوت چی حالا بازم در کد هامون بیشتر برسیم کنیم بریم سراغ جی اس من اینجا میام یک متغیر تعریف میکنم به نام مای بادی این متغیر مای بادی من قرار هستش که تگ بادی رو شامل بشه برای اینکه من تگ بادی رو سلکت کنم دیگه نیاز نیست از داکیومنت مثلا get element by id یا by name و اینجور چیزا استفاده کنم میتونم مستقیم بیام بگم document بادی یعنی بادی به عنوان یک آبجکت از پیش تعریف شده اینجا برای ما وجود داره من الان بادی رو درون در واقع مای بادیم قرار دارم الان اگر من اینجا کنسول لاگ بگیرم متغیر مای بادیم رو شما توی خروجی طبیعتا باید محتوای تگ بادی من رو ببین من ایندکسات اشتیمه رو باز میکنم میام توی قسمت کنسولم اینجا وارد کنسول میشم و میبینید که تگ بادی رو همراه با محتویاتش برای من اینجا نشون میده که من روی هر کدوم از این بخش ها برم میبینید این قسمت هم آبی میشه در واقع اینا به عنوان در با هم دیگه یک جور کانکت هستن دیگه و اینجا به ما این تگ رو نشون میده خیلی هم عالی خب این رو من پاک میکنم فقط خواستم که بگم که شما به این روش هم میتونید حالا بادی یا تک های هید و حالا بقیه تک که مین هستن رو سلکت کنید خب بریم سراغ در استفاده از این دستور حالا من چجوری میخوام این دستور استفاده کنم من میخوام یک متغیری درست رو رو کنم به نام سلیکشن چایلد اینجا من سلیکشن چایلد رو می نویسم یک متغیر به نام selection چایلد بذارید از آندرلاین استفاده کنیم یکی از کاربردهایی هایی که این دستور child nodes داره اینه که وقتی شما از این متد استفاده میکنید کنید نود هاتون رو در یک قالب آرایه به شما برمیگردونه و اینجوریه که شما میتونید مثلا اندیس صفر یک 2, 3, چهار حالا بسته به اون تعداد نودی که در اون صفحه دارید رو مشخص کنید و در نهایت به اون تگتون برسید کار که من میخوام بکنم اینه که بیام الان با دستور چایلد نودز مثلا این دیوام رو سلکت کنم حالا چه جوری سلکت میکنیم الان راجبش صحبت میکنیم خب من اینجا اومدم و یک متغیر به نام سلکشن چایلد استفاده کردم و تعریف کردم مقدارش رو برابر با مای بادی قرار میدم یعنی میگم برو در بادی و حالا چایلد نود اینجا چایلد نودز این اس آخرش رو هم حتما بنویسید مقداری که اینجا میگیره یک آرایه هستش یعنی یک اندیس آرایه هستش شما میتونید از صفر شروع کنید و برید در واقع به تعداد اون اندیس که وجود داره در اون نودتون در اون نودهای اون المنتتون اینجا عدد رو وارد کنید حالا چجوری شمارده میشه الان بهتون میگم فرض کنید که من میخوام بیام و مثلا دیویژنی که عدد سه درنش قرار گرفته رو سلیک کنم اگر یادتون باشه گفتم نوت ها به سه تا در واقع محتوای سه تقسیم میشن دیگه میتونه شامل کامنت ها باشه کامنت هایی که شما در اون صفحه قرار میدید میتونه شامل المنت های ما باشه و یا تکس های ما خب من در بادی الان فقط المان دارم دیگه درسته یعنی یک سری تگ ها دارم مثل تگ دیویژن و تگ اسکریپت کم برای لینک کردن اپ استفاده کردیم پس طبیعتا الان اگر من بخوام دیویژن دوم رو سلکت کنم یعنی با محتوای دور رو سلکت کنم کافیه که بیام بگم خب توی بادیم این میشه اندیس شماره صفر یعنی از این شروع میشه این میشه صفر و اگر بگم یک این دیویژن دور برای من سلکت میکنه میام این کار رو انجام میدم و اینجا عدد یک رو قرار میدم حالا میگم میگم که بیا کنسول لاگ کن برای من سلکشن چایلد رو میخوام ببینم که چه نودی رو برای من درون سلکشن چایلد قرار داده خب ایندکس هم رو مجدد باز میکنم و میام توی اینسپکت و اینجا اگه بیام توی کنسول با نتیجه جالبی مواجه میشم سلکتی که برای من انجام شده سلکت در واقع دیویژن اول من هستش چرا این اتفاق میفته ببینید اینجا یک باری بهتون نشون بدم میبینید دیویژن اول رو برای من سلکت کرده دلیل این اتفاق اینه که توی در واقع حالت که شما از چایلد نودز دارید استفاده میکنید خوب دقت کنید این فاصله هایی که قرار میدید هم تاثیر داره و این اسپیس هایی که هم میزنید هم در واقع تاثیر خودش رو میذاره یعنی چی یعنی اینکه الان نود اول من در واقع درون بادی من کجا میشه ببینید شاید براتون عجیب باشه ولی بعد از خود بادی اگر جلوش چیزی ننویسید و اینتر بزنید و اون کاری که من کردم و اومدم خط بعد این خودش یک نود حساب میشه و جلو این هم مجدد یک نود در واقع یک نود دیگه پس به خاطر همین هستش که الان در واقع برای من عدد یک رو چاپ کرده صفرش میشه این فاصله که اینجا قرار گرفته یعنی این اسپیس یعنی این اینتری که اینجا قرار گرفته این میشه نود صفر من و نود یک من میشه در واقع این دیویژنی که من اینجا دارم خب بریم خروجیش رو ببینیم اگر من این رو یک بذارم در واقع صفر بذارم چه اتفاقی میفته توی خروجی میبینید که اینجا من تکس رو داد یعنی گفت این نوعش از نوع تکسه به صورت دیفالت این فضاهای خالی که اینجا قرار گرفته رو به عنوان یک تکس تعریف میکنه جاوا اسکریپت یعنی اینا رو به عنوان یک تکس در نظر میگیره و الان همه اینا در واقع یک جورایی یک تکس هستن و به خاطر همین هستش که وقتی من بهش گفتم المان سفرم رو سلکت کن اومد این فضای خالی رو سلکت کرده به تعداد اسپیس ها دقت کنین نخ... زمانی که شما دارین در واقع سلکت میکنید یک سری نقطه هم میبینید خیلی ریس هست بذارید من زوم کنم ببینم اون نقطه ها بزرگتر میشن یا نه بله میبینید این نقطه هایی که اینجا قرار گرفته این نشون میده که چند تا کاراکتر رو در واقع توی اسپیستون در واقع اون اسپیس هایی که زدید سلکت شده میبینید که الان من پنج تا در واقع در واقع چهار تا اینجا کاراکتر برای من رکورد شده و در واقع استفاده شده توی این تکسی که به من میده آمار جالبی رو به من داده آمار جالبش چیه؟ ببینید توی دیتا به من چی گفته؟ به من یک /n ان رو داده یک بک n رو داده که این بک n به معنی اینتر هست که توی زبانهای های شما اگر این رو چاپ کنید میره خط بعد درسته؟ و بعدش هم چهار تا اینجا فضای خالی داریم دیگه ببینید این یکی سلکتش کنم این یکی این دو تا این سه و این هم چهار تا الان اگر من اینجا مثلا تعداد بیشتری اسپیس بزنم چه اتفاقی میفته میبینید طولش شد الان نه کاراکتر و اینجا در واقع این رو به من داره تو خروجی نشون میده شاید الان براتون عجیب باشه ما زمانی که کد میزدیم این اسپیس هایی که توی مثلا کد ها بود برام مهم نبود ولی زمانی که شما از دستور چایلد نودز استفاده می کنید این اسپیس ها و این اینتر ها هم براتون معنیدار میشه پس خوب به این موضوع توجه کنید حالا فرض کنید که من چجوری میتونم بیام بگم مثلا عنصر صفر من این در دیویژن باشه من این فاصله ها رو اگر پاک کنم یعنی بیارم بذارم اینجا باز هم چون اینجا اینتر خورده و این اومده خط بعد باز هم در واقع نود اول در واقع نود صفر من این تگ نخواهد بود و برای من یک تکست قرار توی خروجی نمایش داده بشه اگر من اینجا این رو صفر کنم مجدد میبینید که اینجا تکست چاپ شده اما با این تفاوت که فقط یک کاراکتر داره و اونم اینتری هستش که زده شده این اینتر اینجا هست که اومده در واقع این اینتر خورده اومده خط بد حالا من اگر همین رو کات کنم و بیارم اینجا قرار بدم الان دیگه نود صفر من در واقع چایلد نود من با اندیس صفر این تگ دیویژنی هستش که محتوای یک رو شامل شده میام توی کد ها و میبینید که اینجا به من دیویژن رو داره نشون میده که اینجا میتونم در واقع سلکتش هم بکنم پس خوب دقت کنید وقتی شما از چایلد نودز استفاده میکنید این اسپیس هایی که میزنید و این اینتر هایی که میزنید تاثیر داره اینتر در واقع یک چایلد نود جدید ایجاد میکنه اون اسپیس هایی هم که میزنید در واقع طول اون نودی که دارید رو در واقع افزایش میده الان اگر من این رو به این صورت برگردونم بذارین رو برگردم حالت قبل مثلا میخوام بگم که اگر بخوام عدد چهار رو سلکت کنم یعنی دیویژن چهارم رو سلکت کنم چجور باید بیام این رو بشمارم ببینید یه اسپیس که اینجا خورده اومده خط بعد یعنی این قسمت با این اسپیس که اینجا خورده این میشه یک نود نود بعدی خود دیویژنی هستش که داریم پس این میشه تا اینجا یه دونه اینجا داشتیم که میشه همون صفر یه دونم اینجا داریم که میشه یک حالا دومیش کجاست دومیش مجدد اینجا یک در اینتر خورده که اومده خط پنج در خط بعد و این اسپیس که اینجا خورده پس به این نفر شما میتونید بشمارید اگر بخوام چهار رو جایگاهش رو ببینم چنده میام میشمارم این میشه یک که با این محتوا هستش این میشه دو خود تگ اینجا دوباره سه که این بخش هم شامل میشه اینجا دوباره خود تگ رو داریم تگ دو که اینجا میشه چهار و مجدد پنجمین شامل این اینتر همراه با این فاصله هست این میشه شیشمین نود من و هفتمین نود من این اینتر هست با این فاصله و در نهایت هشتمین نود من الان باید نودی باشه که در واقع دیویژن چهار توش قرار گرفته من این رو بزنم هش خب اینجا مجدد به من تکستات فکر کنم توی شمارشون رو اشتباه کردیم این رو اگر نوه بذارم فکر میکنم درست باشه بله این اینجا دیویژن رو برای من چاپ کرد دیویژن همون پنج هستش که البته من فکر میکنم کد ما درست بود اگر اشتباه نکنم این اگر هشت باشه شاید یک بار بعد رفرش کنیم اینجا این نود رو تکست در نظر میگیره در واقع نود چهارمون رو این قسمت هستی که اگر من این رو پاک کنم و این رو بذارید بیارم بالا الان باید بشه نود چهار چرا کلا نود چهار رو سلیکت نمی کنه یه دقیقه کنید ببینم چرا این در واقع مشکل داره پیش میاد خب گفتیم که چایل نود هشت تعداد کل چایل نود اگر الان بخواید بدونید چقدر هم در واقع این امکان پذیر هست فقط بذارید ببینم که مشکل این کجاه فرض کنید که من این هشت رو بکنم نو که میشه در واقع دیویژن پنج فکر میکنم فکر میکنم عدد چهار عدد هفت هستش یعنی ما یه دونه اضافه شمردیم بله هفتمیش میشه در واقع این دیویژن که شماره محتوی چهار هست خب ما توی شمارش اون بذاری بکنیم دیگه این رو بشماریم این میشه صفر این قسمت اینجا میشه یک اینجا میشه دو اینجا میشه سه این میشه چهار این میشه پنج این میشه شیش و این هم میشه در واقع هفت پس درست بود ما توی شمارشمون اشتباه کردیم حالا تعداد کل نوت های اگه یک المان رو بخواید بدونید که چقدره میتونید از یه لنس هم استفاده کنید که من برای آرایه هم ازش استفاده کرده بودیم دیگه از لنس میشون از لنس میتونید شما اینجا برای چال نوداتون رو هم استفاده کنید چجوری تو این کار رو انجام بدید فرض کنید که اینجا یک متغیر داریم به نام نود کانت و این نود کانت ما برابر هستش با در واقع مقدار مایبادی من اینجا میام child نود رو صدا میزنم و دات لنس لنس رو که استفاده کنم اینجا به من در واقع تعدادش رو میده الان تعدادش رو ریخت درون نود کانت من و اینجا من اگر کنسول لاک کنم نود کانت رو میتونم در واقع تعدادش رو ببینم بیام توی خروجی هام خب اینجا برای نوت کانت من کلمه کلیدی تعریف نکرده بودم خیلی هم عالی که میبینید اینجا عدد 16 رو به من داره نشون میده که میگه مجموعاً با دید 16 تا گره داره که این گره ها حالا شامل در واقع تگ هست نوشته که همون اینتر هم جزوش میشه و حالا ما اینجا دیگه در کامنت نداریم فرض کنید که اینجا من یک کامنت هم حالا اضافه کنیم که نگید کامنت نذاشت فرض کنید که من اینجا این کامنت رو هم دارم مثلا هلو الان دیگه این بابشه 17 تا و خب ببینید اگر من هر چقدر اینجا اسپیس بزنم اینا تاثیر داره و اینجا اگر رفرش کنم دیگه نباید 17 تا باشه چرا بازم 17 تا سب کنید این رو من به این صورت در بیارم خب این 17 تا البته خب اون در واقع اینها همش در واقع یک نود حساب میشه دیگه فقط طولش اضافه میشه یعنی الان اگر من بگم که برای مثال نود بذار این فاصله نود چندم میشه Uh, نود صفر که این نود میشه این میشه نود یک بعد اینجا میشه نود دو نود سه و نود چهار بذارید نود چهار رو اینجا مثلا بگیم که برای ما نشون بده اینجا نود چهار و توی خروجی اون تکستی که داریم بله میدینی اینجا این نود شامل دو تا اینتر هست دوباره یه سپیس ها دوباره یه اینتر و اسپیس هایی که مشاهده میکنید و والیوش رو میتونید ببینید پس این در واقع اینجوری اینتر که میزنید دیگه این خودش این یک نوت حساب میشه و فرقی دیگه به حال محتوای شما نمیکنه فقط اون نود رو دارید در واقع طولش رو افزایش میدید با توجه به اون در واقع اینتر هایی که دارید میزنید و این اسپیس ها هم قطعا تاثیر داره امیدوارم که این دستور براتون واضح بوده باشه قطعا شاید برای اولین بار متوجه عملکرد صحیح این دستور نشید حالا یک بار ویدیو رو ببینید مجددا توی رفرنس های مختلف سرچ کنید چون گفتم دیگه بخش یادگیری اولی مطلب تداوم داشته باشید اینکه شما در واقع اینجوری نباشه این قسمت رو ببینید و قسمت بعدی مثلا بره برای یک ماه بعد به این صورت نباشید تداوم داشته باشید توی یادگیریتون و حتما حتما تمرین کنید و در نهایت هم رفرنس های مختلف رو حتما مورد بررسی قرار بدید. الان وبسایت موزیلا رو میتونید استفاده کنید و همچنین w 3 که دو تا مرجع بسیار عالی هستن و از این دوتا عالی تر که میتونید مستقیما به جواب خودتون برسید میتونید از ChatGPT استفاده کنید که من یک ویدیو هم میسازم که ببینید واقعا چقدر هوشمند هستش این بات و انگار که واقعا واقعا نه انگار در انگار که نه واقعا چی دارم میگم واقعا رفته کل در واقع اون تکس ها و اون داکیومنت هایی که در صفحه وب پس خونده و خیلی قدرتمند میاد و به شما پاسخ هایی رو میده که شما مثلا به عنوان یک دیولوپر شاید اگر بخواید بخش از اون در واقع جوابی که چچیپتی به شما میده که کارتون جلو میفته رو و در واقع خودتون انجام بدید باید خیلی زمان در واقع زیادی رو صرف این داستان بکنید و در نهایت هم این رو بگم که اگر در واقع ترس این رو دارید که ما قرار هست با این ابزار جایگزین بشیم اینطوری نیست چون که این ابزار ابزاری هستن که شما باید در واقع باشون کار کنید میان به شما کمک میکنن برای اینکه زندگی شما بهتر بشه و راحت تر کود بنویسید پس فراموش نکنید این موضوع رو که گفتم چون خیلی ترنت هستش که در واقع راجع به این موضوع صحبت میشه که هوش مصنوعی قراره جایگزین ما بشه جایگزین یک سری از در واقع شغل ها خواهد شد ولی اگر شما آپدیت باشید و بدونید که چجور بعد از این در واقع تکنولوژی استفاده کنید قطعا هیچ وقت جایگزین شما نخواهد شد این هم از نکاتی که حالا راجع به یادگیری گفتیم و این یک نوت رسیدیم به هوش مصنوعی و چچی جی‌پی‌تی امیدوارم که در واقع این جلسه براتون مفید واقع شده باشه اگر دوست داشتید میتونید عضو کانال یوتیوبمون هم بشید و کانال رو سابسکرایب کنید و همچنین اگر آموزش براتون مفید بوده با در واقع مفید هست و مفید بوده خوشحال میشم که اون رو لایک کنید تا در واقع طبق الگوریتم یوتیوب این ویدیو و این آموزش به افراد بیشتری نمایش داده بشه اگر نظری هم داشتید یا انتقاد یا پیشنهادی داشتید توی قسمت کامنت حتما برام بنویسید که بهشون پاسخ میدم تا دیدار دیگه شما رو خدای بزرگ میسپارم خداوند یار نگهدارتون